سلام بر شما و مجموعه خبری ساعت ده از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. گفتگوی کابل با بشکک درباره مسائل سیاسی و امنیتی. در این دیدار معاون اداری ریاست الوزرا گفته هیچ گروهی از افغانستان منافع کشورهای دیگر را تهدید نخواهد کرد. سرحدات و مرزهای کشور ما نسبت به هر زمان دیگر محفوظ و مسئول تر شده. و همچنان موقف امارت اسلامی است که از کشور ما به هیچ کشوری آسیب و تهدیدی متوجه نمی شود. تأثیر به رسمیت نشناختن افغانستان روی اقتصاد کشور. شماری از شهروندان می گویند درباره شرط های به رسمیت شناختن دنیا و امارت کنار بیاید. تأخیر در به رسمیت شناختن امارت اسلامی نه تنها اقتصاد افغانستان را ضربه زده، بلکه به اقتصاد منطقه هم آسیب رسانده. احتمال فرستادن کارگران افغان به بیرون از کشور. معین وزارت کار و امور اجتماعی میگوید 15,000 چوپان به کشور قطر، عربستان و ترکیه فرستاده خواهند شد. ما کوشش در کوم چې دغه تعداد چې کوم اوس غوښتنې مونږ ته تیار مونږ غوښتنې مونږ ته رشته چې دنیاوالو زمونږ نه غوښتي دي، مثلا قطر، عربستان، سعودي او ترکیه. مونږ د دغه خلکو دپاره سهولت برابر کو او کوشش دا کوو چې په زودترین فرصت کې دا مشکل حل شي او زمونږ دا خلک کار دپاره خارج ته ولېږدول سي. و خواست مجلس نمایندگان ایران بر برخورد جدی با عاملان راهپیمایی. من سپر سپر هستم با مشروع خبرهای ساعت ده. معاون اداری ریاست الوزرا در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که هیچ گروهی از خاک افغانستان منافع کشورهای دیگر را تهدید نخواهد کرد. نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان در این دیدار با معاون اداری ریاست الوزرا و معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و رعایت حقوق بشر گفتگو کرده است. از سوی هم نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان تاکید کرده است که در بخش‌های گوناگون به افغانستان کمک خواهد کرد. طلعت بیگ مستقف نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی و عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا و شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجه در دیدارهای جداگانه درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تهدیدات امنیتی برخواسته از خاک افغانستان گفتگو کرده است. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که مرزهای افغانستان نسبت به هر زمان دیگر امن‌تر شده است. سرحدات و مرزهای کشور ما نسبت به هر زمان دیگر محفوظ و مسئولتر شدند. و همچنان موقف امارت اسلامی است که از کشور ما به هیچ کشوری آسیب و تهدیدی متوجه نمی شود. و همچنان امارت اسلامی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان کشورهای دیگر متضرر شود. در این دیدار نماینده کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و کاردار سفارت قرقیزستان نیز حضور داشتند. در همین حال نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان به کابل تعهد سپرده است که در بخش مبارزه با مواد مخدر و عرضه خدمات بهداشتی برای زنان و کودکان با افغانستان همکاری خواهد کرد. همچنان از همکاری همجانبه امارت اسلامی در راستای تقویت روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی به قرقیزستان اطمینان داد و افزود که امارت اسلامی افغانستان به هیچ گروه اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. در این نشست ها بر بهبود روابط دو جانبه و همکاری در بخش های گوناگون میان دو کشور نیز تاکید شده است. اما شماری از آگاهان مسائل سیاسی می گویند که کابل برای از میان برداشتن نگرانی های امنیتی کشورهای همسایه به ویژه آسیای مرکزی مرزهایش را مستحکم تر سازد. کابل قصداً در پی بی‌ثبات ساختن کشورهای منطقه نیست. در این حال کابل باید ریفورم های را تحقق ببخشد در داخل برای از اینکه کشورهای منطقه به رسمیت بشناسنش. تاجیکستان گفته است که تا کنون کار ساخت 175 پاسگاه امنیتی در مرز با افغانستان به پایان رسیده است و بیش از 300 پاسگاه امنیتی در آینده ساخته خواهند شد.
وزارت اقتصاد میگوید که تأخیر در بررسمی شناختن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی نه تنها اقتصاد افغانستان بلکه اقتصاد کشورهای منطقه را نیز آسیب رسانده است. برخی مسئولان امارت اسلامی تعامل جهان با امارت اسلامی را به سود همه طرف ها میداند. از سوی هم برخی از پایتخت نشینان از جامعه جهانی و امارت اسلامی میخواهند تا درباره شرط های بررسمی شناختن با هم کنار بیایند. وزارت اقتصاد درباره تأخیر بررسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی نگران است. معین مسلکی این وزارت میگوید که این مسئله سبب شده است تا اقتصاد کشور زیان ببیند. تأخیر در بررسمیت شناختن امارت اسلامی نه تنها اقتصاد افغانستان را ضربه زده بلکه به اقتصاد منطقه هم آسیب رسانده. تأخیر به رسمیت شناختن افغانستان از سوی جامعه جهانی سکتور خصوصی ما هم کماکان مشکلات را با دنیا داره، در داد و ستد در انتقالات پولی ما و همچنان مردم هم از این آیه متضرر هستند. شمار از باشندگان کابل از امارت اسلامی میخواهند تا درباره به رسمیت شناختن افغانستان تلاش کند. امارت اسلامی باید اول مکاتب باز کنند برای خانم‌ها زمینه کار فراهم کنند، تحصیل فراهم کنند که تا کشورهای اروپایی، آمریکایی، تمام کشورها باید به رسمیت بشناسند. امارت اسلامی همراه دیگر کشورهای جهان باید با هم در کنار بیاین، مفاهمه کنند تا که مردم از این ضرر نجات بیابند. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی بازگشایی مکتب‌های دختران را کلید به رسم شناختن امارت اسلامی می‌دانند. قوانینی را که ملل متحد بر تمام جهان داره او را قبول کنند. همزمان با این معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که حکومت سرپرست به حقوق تمامی شهروندان کشور متحد است و تعامل جهان را با امارت اسلامی به سود تمامی طرف ها میداند. موضوع به رسمیت شناختن یک موضوعی است که به نفع تمام جهات ها است. قسمی که افغانستان نیاز به داره که با تمام کشورها روابط دیپلماتیک علنی و رسمی داشته باشه، همچنان منطقه و جهان و کشورها نیز نفعش تری است که با افغانستان تعامل خوب و روابط خوب داشته باشند. نزدیک به 15 ماه می شود که هیچ کشور به شمول کشورهای همسایه امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است، اما بیش از 10 کشور در افغانستان فعالیت‌های دیپلماتیک دارند. شماری از بانوان میگویند که به علت نداشتن محرم سفرهایشان از میدان هوایی کابل لغو شدند. این باشندگان کابل میگویند که این موضوع بانوان را با مشکل روبرو خواهد ساخت، اما وزارت ترانسپورت و هوانوردی درباره ممنوعیت سفر زنان به محرم میگوید که تا اکنون در این باره فرمانی دریافت نکردند. شماره از بانوان ممنوعیت سفر بدون محرم را نگران کننده می خوانند و می گویند که برایشان در میدان هوایی کابل و دیگر ولایت ها اجازه سفر بدون محرم داده نشده است. این بانوان می گویند که اکنون در رفتن به خارج از کشور به مشکل جدی روبرو شدند. برای ما اجازه خارج شدن از کشور را ندادند به دلیل این که من تنها بودم و محرم همراه من بود. با تلاش های وافر بعدا توانستم که پدرجان را من حیث محرم با خود داشته باشم. پاسپورت های ما را پیش خود نگاه کردند تا وقتی که ساعت پرواز گذشت، زمان که ساعت پرواز گذشت طیاره پرواز کرد، دوباره بر ما پاسپورت های ما را دادند و گفتند که برین خانه. از سوی دیگر شماره از آگاهان سیاسی به این باور هستند که در شرایط کنونی سفر زنان بدون محرم خلاف احکام شرعی نیست. فقهای معاصر گفتند که خانم میتونه که در جمع از خانما که تعدادشان زیاد باشه و حیثیت و امنیت و خواستهایشان برآورده باشه، تهدید وجود نداشته باشه، میتوند که در جمع خانما یک جا سفر داشته باشند. از سوی دیگر وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که فرمان درباره ممنوعیت سفر زنان بدون محرم به بیرون از کشور از سوی مقامهای بلندپایه امارت اسلامی دریافت نکردند. داسی که مکتوب از مقد وزارت تا رسما نداره غلی چه مسافرین دی کم مسافرین دی را وگرزول شی و کم دی پری خودل شی. پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، هزاران افغان به علتهای گوناگون کشور را ترک کردند، اما خانواده بسیاری از آنان در افغانستان باقی ماندند. وزارت امور خارجه حکومت سرپرست میگوید که راه حل تغییرات آب و هوا از مسائل سیاسی
دور نگه داشته شود. معاون سخنگوی این وزارت میگوید که تغییر آب و هوا افغانستان را تنها در همین سال به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار زیان زده است. از سوی هم سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان ششمین کشور متاثر از تغییرات آب و هوا در جهان است. در دومین روز نشست تغییرات آب و هوا، وزارت خارجه می گوید که تغییرات آب و هوا مرزهای سیاسی را نمی شناسد و باید راه حل آن نیز از مسائل سیاسی دور نگه داشته شود. معاون سخنگوی این وزارت می افزاید که افغانستان تنها امسال به ارزش 2 میلیارد دلار از اثر تغییرات آب و هوا زیان دیده است. اقلیمی بدلون اغیز سیاسی سرحدونه نه پیژني، حل لارې هم باید له سیاسي ملحوظاتو مستقلی وي او د افغانستان په څیر هغه هیوادونه له پامه ونه غورځول شي چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي ونډه نه لرلې، مګر له ناوړه اغیزو سره یې لاس او ګریوان دي. افغانستان کې د اقلیم بدلون منفي یا بد اغیز ولیدلې چې سیلابونه او وچکالي و د سیلابونو په نتیجه کې تقریبا سه کال کې نور هیواد کې 250 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گوید که تغییرات آب و هوا بیشتر کشاورزان را در افغانستان آسیب زده است و سرازیر شدن سیلاب ها فراورده های کشاورزی را نابود ساختند. افغانستان چکم زارعین دی یا کروندگر دی هغه هم متضرر کرده دی او دغه رقم مالداران هم متضرر کرده دی. هر کس در هر جای جهان هر روز نیاز دارد که هر کاری که ممکن است را انجام دهد تا به بحران‌های اقلیمی رسیدگی شود. نشست تغییرات آب و هوا به روز یکشنبه در مصر برگزار شده است که نماینده غیر رسمی افغانستان نیز در این نشست حضور دارد. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که به زودی 65,000 افغان برای کار به خارج از کشور فرستاده خواهند شد. معین این وزارت می افزاید که در این میان 15,000 چوپان به کشور قطر، عربستان و ترکیه فرستاده خواهند شد. بر بنیاد اطلاعات وزارت کار و امور اجتماعی، قراردادهای فرستادن کارگران در حکومت پیشین امضا شده بودند و اکنون عملی خواهند شد. وزارت کار و امور اجتماعی صدها کارگر به قطر، عربستان سعودی و ترکیه خواهد فرستاد. معین این وزارت میگوید که به زودی 50,000 کارگر و 15,000 چوپان به این کشورها فرستاده خواهند شد. ما کوشش در کوچه دغه تعداد چې کوم غوښتنې مونږ ته تیار مونږ غوښتنې مونږ سره شته چې دنیاوالو زمونږ نه غوښتې دي، مثلا قطر، عربستان سعودي او ترکیه، مونږ د دغه خلکو لپاره سهولت برابر کو او کوشش دا کوو چې په زوترین فرصت کې دا مشکل حل شي او زمونږ د خلک کار لپاره خارج ته ولیک ورسی. معین وزارت کار به امور اجتماعی میگوید که قراردادهای اعزام کارگران افغان به خارج در زمان حکومت پیشین امضا شده بود، اما اجرای آن به علت برخی از مشکلات به تعویق افتاده بود. در همین حال شماری از پایتخت نشینان که از بیکاری در کشور رنج میبرند از مسئولان امارت اسلامی میخواهند تا زمینه کار را به آنان فراهم سازد. کرای خانه داریم، نگه بل برق داریم، 8 نفر نانخور داریم. دغه آید ما اصول تاسو ما د سره پیداګر نیستم. زمونږ غوښتنه د دولت نه داده چې د خپل ځوانان دی باید قاچاق پلاره پرې نه دی، خپل د قانوني پلاره دولت ور سره همکاري او کومک وکي چې قانوني ولېږي. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی فرستادن کارگران را به بیرون در رشد اقتصادی کشور مهم میدانند. د قانوني مجرا نه د افغانانو تګ راتګ یو هیواد ته هم رابطه ایجادوی، هم دیپلوماسی ایجادوی او هم یو خیری رسیږي چې هغه په اصطلاح خپل کورنۍ ته بیرته پیسې رالیږي او په دې توګه اقتصادي تقویه منځته راځي. پیش از این اداره توصیه‌ای سازمان ملل متحد در گزارش از افزایش بیکاری در کشور نگرانی کرده است. بر بنیاد گزارش این نهاد در یک سال 700,000 شغل در افغانستان از بین رفته است. الهام نبیزاده با گرفتن بیشتر از 348 نمره در آزمون کنکور امسال کشور بیشترین نمره را در میان دختران به دست آورده است. تفاوت او با اول نمره عمومی کنکور امسال کمتر از 7 نمره است. الهام که از مکتب هاتفی شهر هرات فارغ شده است، خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور است. آغوش مادر بر روی دختر باز می شود که برای خانوادهش افتخار آفریده است. الهام با گرفتن 348.6 نمره در کنکور امسال کشور بیشترین نمره را در میان دختران به دست آورده است.
او کمتر از 7 نمره نسبت به اول نمره عمومی کنکور امسال گرفته است. خیلی یک موفقیت بزرگ برای فقط برای من، برای همه دخترها که به شرایط قرار دارن. میفهمم که شرایط خیلی سخت. الهام 19 سال دارد و از مکتب هاتفی شهر هرات فارغ شده است. او به دانشکده طب معالجوی دانشگاه هرات راه یافته است. امسال مثلا ما امتحان دادیم، سال بعد خدا میدونه. وقتی مکتب نباشه کنکور از کجای؟ ایت شوی نبود تا ساعت یک نباشه، همیشه درس خود میخون. مومنه با گرفتن 348.3 نمره پس از الهام بیشترین نمره را در میان اشتراک کنندگان دختر آزمون کنکور امسال به دست آورده است. او از مکتب آبده بلخی ولسوالی دهدادی ولایت بلخ فارغ شده است. مومنه به دانشکده طب معالجوی دانشگاه بلخ راه یافته است. دانستیم که به فضل مهربونی خدا و دعای دوستا مسیر طی بکنیم و نتیجه بهترتر را بگیریم. شرایط واقعا که بشد به شرایط زیق یه دخترکای مالبات، دو دختر از کردوش در اینجا از اردوش در پوانتونی طب بلخ کامیاب شدند. در فهرست 10 بهترین کنکور امسال کشور اسم هیچ دختری دیده نمی شود. اما نمره های شمار زیاد از دختران تفاوت اندکی با پسران شامل در فهرست 10 بهترین کنکور دارد. ادامه خبر 10 پس از وقفه. ادامه خبر 10. برخی بیجا شدگان در پروان میگویند که با نزدیک شدن فصل سرما با چالش های جدی روبرو شدند. آمارهای ریاست مهاجرین و عودت کنندگان پروان نشان می‌دهد که نزدیک به 5000 خانواده بیجا شده به این ولایت آمدند که بیشترشان از ولایت های پنشیر، کاپیسا و لغمان هستند. در همین حال مسئولان محلی پنشیر از باشندگان این ولایت که در ولایت های همجوار زندگی میکنند میخواهند که به ولایت هایشان برگردند. شماری از بیجا شدگان ولایت های پنشیر، کاپیسا و لغمان که به پروان آواره شدند میگویند که با چالش های زیادی روبرو هستند. زمستان نامده نیست، مثلا زغال، چوب، یعنی خوراک کباب، چیزا سب ضرورت هست. واسه مریض است، ایت چیزی آورده نتونستم، این در چی هستم که همی زمستون، در بیم هستم که همی زمستون ما چطور کنیم. در همین حال، مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان پروان میگویند که برای نزدیک به 5000 خانواده بیجا شده به این ولایت، افزون به کمک های نقدی و خوراکی، کمک های زمستانی نیز توزیع خواهند کرد. دیر سیدی کم دی آقا دی لغمان، کاپیسا او پنشیر دی ولایتونو ندی. با این حال مسئولان محلی پنشیر میگن که زمینه برگشت بیجا شدگان این ولایت را که به ولایت های همجوار بیجا شدن فراهم خواهند کرد. ما در تلاش و زمینه سازی کمک ها از طریق نهادهای مددرسان به تمامی نیازمندان و مهاجرین هستیم. بر بنیاد آمار ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پروان، از میان نزدیک به 5000 خانواده بیجا شده در این ولایت، بیش از 700 خانواده آن از ولایت پنشیر هستند. میان برنامه کوتاه. باز هم خوش آمدید. خبرنگاران در کندهار میگویند که حکومت و نهادهای پشتیبان خبرنگاران آنان را فراموش کرده است. خبرنگاران میگویند که دسترسی نداشتن به موقع به اطلاعات و چالش های اقتصادی از چالش های بزرگ در برابر آنان هستند. در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار وعده افزایش دسترسی به اطلاعات را میدهند. اینجا در پرس کلاب ولایت کندهار شماره از خبرنگاران گرد هم آمدند و برای یکی از خبرنگارانی که با چالش های جدی اقتصادی روبرو شده است پول گردآوری میکنند. نن مش خپل د خبريال ملګری لپاره بس پنه راټول کړ نو دا د معنا و کی چې په کندهار کې تل بر هر وخت خبريالان اقتصادي وضعیت ډیر خراب. زه د تیر شپږ میاشت رئیس په محلي رسنی کې په وړیا ډول کار کوم. دا په دې خاطر چې هغه زما مالی لګښت نه سره پر کولې زما ماچ نه سره پر کولې. خبرنگاران در کندهار در یک سال پسین با چالش های سخت اقتصادی روبرو شدند. خبرنگاران میگویند که نهادهای ملی و بین المللی پشتیبانی رسانه ها آنان را فراموش کردند. د جنوبی ولایتونو خبریالان په ډیر بد وضعیت کې دي، په اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخ دي. دلته د کندهار خبریالان یوازې نه، زیات شمیر خبریالان یې له یاده ایستلي دي.
دسترسی نداشتن به اطلاعات یکی دیگر از چالش‌های بزرگ در برابر فعالیت خبرنگاران در کندهار است که به گفته آنان به همین علت شماری از خبرنگاران وظایف خود را از دست دادند و بر محتوای برنامه‌ها نیز اثر منفی گذاشته است. معلومات نه لاسرسی هغه څه دي چې رسنۍ ډېر منفي اغېز کوي او دلته به د خبریالانو پر کار باندې منفي اغېز وکړي. خبریالان به دندې له لاسه ورکړي. په ټول افغانستان کې معلومات د لاسرسۍ په برخه کې ډېر کار وسي تر څو د ملت او د حکومت ترمنځ واټن ختم سي. در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار وعده افزایش دسترسی به اطلاعات را می دهند. اما رسیدگی به چالش های اقتصادی خبرنگاران را وظیفه نهادهای پشتیبانی رسانه ها می دانند. ولی نیست در خبری الان در ملاتر دادی هم در وظیفه در جدوی خبری الان مشکلات رو حل که اقتصادی مشکلاتی بر حل که در یک سال پسین شش رسانه محلی در کندهار از فعالیت باز ماندند و همکنون ده ها کارمند رسانه ای از چالش های اقتصادی رنج میبرند و در جستجوی کار هستند. میان برنامه کوتاه. باز هم خوش آمدید. دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست تغییرات اقلیمی این سازمان میگوید جهان باید برای پشتیبانی از کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی متحد شوند. آنتونیو گوترش تاکید میکند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه متاثر از گرمایش زمین است و نیاز است تا کشورهای ثروتمند برای تأمین بودجه مالی پیامدهای تغییرات اقلیمی به این کشورها کمک کند. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. همزمان با ادامه هفته هشتم اعتراضات مردمی در ایران، 227 نماینده مجلس نمایندگان این کشور خواهان برخورد جدی قوی قضاییه این کشور با عاملان اعتراضات اخیر شده است. با این حال هرانا خبرگزاری مربوط به گروه های حقوق بشر ایران گزارش داده است که در جریان این اعتراضات تا کنون 320 تن و شمول 49 کودک از سوی نیروهای امنیتی ایران کشته شده است. نخست وزیر پیشین پاکستان میگوید که راهپیمایی هوادارانش در لاهور از سر گرفته می شود و 10 تا 14 روز زمان می برد تا بر راولپندی برسند. عمران خان با شرکت کنندگان راهپیمایی به گونه مجازی در ارتباط خواهد بود و سرانجام با راهپیمایان یک جا و آن را رهبری خواهد کرد. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان اخیراً در پی یک ترور نافرجام در شهر لاهور از ناحیه دوپا زخم برداشته است. در پی حمله راکتی نیروهای دولتی سوریه به اردوگاه آوارگان در شمال این کشور، 9 تن از جمله 3 کودک کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که در این حملات از بمب‌های خوشه‌ای استفاده شده است. فعالان حقوق بشر رژیم بشار الاسد را به دلیل بکارگیری این بمب‌ها و حملات هدفمند به مکان‌های عامه و جنایات جنگی متهم می‌کنند. استفاده از این بمب‌ها در سطح بین‌المللی ممنوع است. پنجمین نمایشگاه بین المللی واردات چین با حضور صدها نماینده اقتصادی، تجاری و صنعتی ده ها کشور جهان در شانگهای برگزار شده و تا تاریخ 10 نوامبر ادامه خواهد داشت. گفته می شود که در این نمایشگاه بیش از 280 شرکت از میان 500 شرکت و نهاد پیشرو صنعتی دنیا در این نمایشگاه حضور دارند. عمده ترین بخش های این نمایشگاه بین المللی واردات شامل صنعت موترسازی، صنایع مرتبط با مواد غذایی، محصولات کشاورزی، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی و بهداشتی و خدمات بازرگانی است. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. از همراهتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.